بسم الله الرحمن الرحیم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله. پس هرگز مپندار خدا به وعده خود با پیامبرانش خلاف کند، چرا که ان الله عزیز ذو انتقام، خدا شکست ناپذیر و انتقام گیر است. بله، دهم ماه رمضان مواجهه با میشه گفت حتی شهادت، چون حضرت خدیجه تو اون شب ابی طالب اینا خیلی مصیبت کشیدن، بعدم چند روزی بیشتر طول نکشید بیرون آمدن، اونجا خیلی گرفتاری از دنیا رفتیم. حضرت خدیجه دیگه از زنهای عظیم تاریخ، ایشون به اسلام خیلی حق داره. الان همین جلسه اینجا گرفتیم، چه بخوام چه نخوام خرج داره، کارهای دنیایی خرجای دنیایی رو داره، خیلی کار اسلام مخارج احتیاج داشت. خب ایشون تأمین کردی برام برای چیزی نداشت، کاری خودش بالاخره گده. حالا میگم مسجدها دارن، نه مسجد ساختنش خرج نمیخواد، این حوزه های علمی ساختمان ها خرج نمیخواد، طلب ها حقوق نمیخواد، گذران زندگی پول نمیخواد، خرج ها چی میشه؟ هم توفیق بزرگیست برای اونایی که دارن انجام میدن و خدا توفیقشون میده. جناب خدیجه کبرا سلام الله علیها چجور شده بود که ثروت بسیار زیادی پلویشون جمع شده بود و خودش صاحب این ثروت بود؟ حالا بس تاریخ ها میخونند از کجا بوده، چون صحبت اینه که ایشونی که دوتا شوهرم قبلا کرده، یه همچین نقلی هم هست، یه نقل هم هست که شوهرم نکرده، حتی این علامه عسکری میگفت نه ایشون باکرم بوده. حالا از اون شوهرها بوده، از کجا بوده، ثروت خیلی عظیم. ولی یک زن ویژه‌ای بوده جناب خدیجه، چون اون وقت که با حضرت پیغمبر اکرم ازدواج کرد حدود 40 سالش بوده و پیغمبر دور و بر 25 سالش بوده و هنوز به بعثت پیغمبر 15 سال مونده بود، 15 سال بعد پیغمبر تازه مبعوث شد. چطور این ثروت به این عظیمی چطور جمع شده بود؟ حالا خیلی تعجب میکنن، تاریخ های مطالب نوشتم، خیلی ثروت زیاد. ایشون خیلی مدیر و مدبر بالایی بوده، چون این ثروت جهاد ممر درآمدی که قابل توجه بود تو مکه و بعد مدینه تجارت بود. آخه بدونید الان همین ایران خودمون که صحبت که نفت نباشه گاهی میگن، حالا منم گوش میکنم، میگن دومی درآمدی که اگه به راه بیفته خیلی خوبه، مثلا کار توریستیه، توریست و اینا خیلی درآمدی که راه بیفته حالا بتونن اداره کنن چی کنن. من از اونی که گاهی چاره ای نیست و تجارت و رفتن و از جای دیگه اونا چاره ای نداشتن، یه اجناسی داشتن، خواهان داشته اون اجناسشون تو یمن و شام، خودشون هم چیزایی میخواستن که از اونجا تهیه میکردن. اینکه کاروانهای تجاری همطور داشت از سمت مکه میرفت یا بعدا از مدینه هم همینطور. این بحث کاروانها نه اینکه تفریح و ذوقی و اینا، زندگیشون چاره نه. همین ایرانی که ما توش زندگی میکنیم، اگه کشتی ها تو این دریاها را نرن، این باربری ها بار نبرن، هواپیما ها بار نیاره، لنگ میشه زندگی. تجارت همیشه حرف میزده، تجارت ها به شهر ها که همه داره، مخصوصا تهران خودش میوه داره، دامداری داره، این هم از بیرون ها داره تأمین میشه دیگه. حالا اون وقت هم همینطور. توی قبل از این که یعنی همون سالی که پیغمبر اسلام به دنیا اومد، بهش آمول فیل میگن، پیغمبر در آمول فیل به دنیا آمد. خب این فیلا اومدن خانه کعبه رو خراب کنن، چی بوده داستان؟ اصلا چرا میخواستن خونه کعبه رو خراب کنن؟ که مثلا کار بکشه به اینکه فیل بیاد و بیارن اون خداوند ابابیل برفسته بود که در سوره فیل این گفته شد، علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل. چی بوده داستان؟ خانه کعبه آدم صفت الله درستش کرد، از اون وقت بودش، در طوفان نوح هم خراب شده بود، ابراهیم خلیل تجدید بنا کرد و مراسم انجام میگرفته. این آخران بتکده کرده بودن خونه رو، ولی میامدن ایام حج چیز میآوردن میرفتن، خرج میدادن، مراسم گرفته میشد. مهمش
تبادل تجاری بودش، یعنی خیلی اموال می آمد اینجا مبادله می شود، چون از جاهای مختلف می آمدن مشتری داشت جنساشون، پول می آوردن جنس ها فروش می رفت، بعد می خریدن می رفتن، خب زندگی هاشون ربط داشتش. یه مطلبی که در سوره انفال آیه نازل شد براش این بود، در سوره انفال جنگ بدر دیگه، بعد چه شد تا بریم فتح مکه، در فتح مکه که مکه فتح شد بنا شد مشرک دیگه نیادش تو مسجد الحرام، مشرک کاسبی ها و کارا و شغلا از همون مشرک ها داشت میگذشت، پول که حسن بنا که چیزی نبودن، ناراحتی شروع شد که اگه اینا نیان اینجا که اومد کاسبی چی میشه، خرید و فروش چی میشه، که در همین نسبت آیه نازل شد تو قرآن که من اگر میترسید که در تجارتتون زندگیتون درآمدتون صدمه بخوره من جبران میکنم، اصلا صریحا اومد و واسطه هم همینطور بود، اینا نمی آمدن کارهای تجاری به هم، اون نجاش اون که در یمن ابرهه که اومد خراب کنه، این آمده ترفند زد خانه کعبه نگاه کرد رفت یمن، یه همچه خانه ای ساخت تا خیلی مجلل امکانات اطرافش هم زیاد درست کرد، اعلام کرد این طرف اون طرف که شما اگه برای تجارت میرید مکه بدی همه، یه همچه خونه هم اگه ساختم من هم مثل هم، و اینجا امکاناتش و رفت آمدش برای تجارت، برای پولا، برای مبادلات تجاری. خب هنوز کار به جای نکشیده بود، یه عربی از اهل مکه رفت اونجا، رفت تو خونه که صفتکاری کرد مالید به در دیوار در رفت، اونم عصبانی شد گفت میام مثلا کل خونه خراب میکنم نابودش میکنم تا دیگه اصلا خونه ای شما نداشته باشه، دعوا سر اسکناس بود، این فیلار برداشتن بود، اصلا دعواهای تو دنیا شما دعوای بدون اسکناس پیدا میکنید، بگرد دعوا مادی سر معنویات که کسی چیزی نداره همش توی مادیات، این فیلار برداشت آورد و اون داستان رخ داد که خب خداوند حمایت کرد و خب ابرهه از بین رفتن دیگه. علم ترکی ففعد ربک و اصحاب الفیل صفحه 601، آیا ندیدی چگونه پروردگار تو با اصحاب فیل چه کرد؟ آیا ندیدی پروردگارت با پیل داران چه کرد؟ علم یجعل کیده هم فی تزدیل، میخواستن خانه رو به کل خراب کنند و آثار شما، آیا نقشه های آنها رو باطل نساخت؟ و ارسل علیهم طیرن ابابیل، بر سرشان پرندگان گروهی را فرستاد، پرنده ها اومدن، حالا خدا میدونه چی انداختن و سرشون همشون مثل علف جویده شده ده شدن، ترمیهم به حجارت من سجیل که با سنگ های از سجیل آنها را هدف قرار میدادن، و جعلهم که اصف معکول، یهو مرده با مرکبش اینه که تو چرخ گوشت چرخ کردن قاطی بشه، یهو هم تو شلپ میمریخ زمین، گوشت و استخون و خون و همه یهو اینجوری، ولی چی بود خدا میدونه اینا پرنده ها اومدن ریختن نه همه را بین برد. بعدها این قضیه که واقع شد خبر به همه جا پیچید که رفتن با خونه کعبه خراب کنن، اینجوری شده اهل مکه احترام خاصی تو مردم اون جهان پیدا کردن، بهشون میگفتن اهل حرم، جرأت نمی کردن دیگه بعد جسارت بینا بکنند یا مالاشون رو غارت کنند یا جنساشون رو ارزون بخرند یا مثلا ضرری بزنند. خدا اینو در سوره بعدی منت گذاشته، بسم الله الرحمن الرحیم لایلاف قریش، من این فیلا رو هلاک کردم شما رو شخصیت بتون دادم، به خاطر این بود که قریش با هم الفت بگیرن، الفت برای چی؟ رحلت الشتاء و الصيف، الفتشون به سفرهای تجاری زمستانی و تابستانی، هوا که سرد بود سمت شام و اینا نمیبادن، اینجا سرد بود هوا میرفتن یمن، هوا که گرم بود میبادن سمت شام و اینا، رحلت از شتاء و سرد. اومد خودم به اهل مکه میفرمد طایف قریشی، فلی یعبدو رب هازل بیت، یعبدو، چرا خدای این خونه را عبادت نمیکنی؟ چرا به پیغمبر ایمان نمیاری؟ چرا نماز نمیکنی؟ همونی که اطعمهم من جوع، اگه نترسم غارتتون میکنن، نمیتونید تجارت کنید، مالاتون رو میبرن، و آمنه هم من خواب، به این راحتی شما تا یمن میرید تا شام میرید هیچ کس مزاحم قافله ها نمیشه، چه ترسیست که من تو دلشون از خانه کعبه انداختم، میترسیدم احترام میکردم، ببینید لایلاف قریش، منت همین کاری که انجام گرفته، بخواستم مسائل تجاری رو ببینید چه خبره. حالا برگردیم سراغه 190 چی؟ آیه توبه 24 نه تجاری همون که گفتم برای تجارت باشه، تو
توبه 94 سوره توبه ابن عربی بیارم بله اینم 190 بله اون صفحه 190 بله حالا این تو 91 رو من آوردم اون بالای 91 نگاه کنی خط دوم یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس اینا پلیدن نباید نزدیک مسجد حرام بعد از امسال بیان بعد از سال نهم و ان خفتم ایلتن اولین حرف اینه در این قطع رابطه اگر از تنگ دستی بیم دارید یعنی اگه نه این کاسبی چی میشه خرید فروش چی میشه الان هم اکثر خرید فروش ما با غیر مسلمان ها شوهی نبا واقعا اونجا بودیم واقعا گفتن اینا نیان زندگیمون چی میشه فسوف یغنیکم الله من فضله اگر خدا بخواهد زود از فضل خیش بی نیازتون کنه خدا قول مساعد بشون داره گفت نترسید قافله ها نمیان زندگیتون رو میگذرونم که مسائل تجاری براشون مطلب بود خیلی خب این بگذاریم حالا بیام سراغ بحث ببینید جناب خدیجه کارمان تجاری داشت من یه وقت حساب میکردم تاریخ ها هستش ها شما بشنید بخون این کاروان های سابق که تو بیابونا میرفتن عرض راه ها 3 متر و نیم بوده اون وقتا اینجا نبود که عرض راه ها 20 متر هم انجام بکنم عرض نمیخواستم جاده هایی که میرفتن 3 متر و نیم حدودش بوده که مثلا خب ناچار بودم جاده همه جا برن اینا دیگه کاروان که زیاد بود طول میکشید من این وقت حساب کردم تعداد شتورهایی که یه دونه از کاروانه تجاری را میفتد از مکه به سمت شام من دیدم سر شتورها قم رسیده تش هنوز تهرانه با 3 متر و نیم شاطر شتور خود خونه دو تا سه تا بعد بره دیگه ادعاشون خیلی زیاد تعدادشون خیلی زیاد بود ما کجا این همه ثروت و بعد مردم میامدن سرمایه میگرفتن مال تجاری میخریدن میرفتن برگشتن میامدن هم پول خدیجه رو میدادن اون که مضاربه گرفته بودن هم سود رو نصف میکردن یا هر قراردادی داشتن یک قموش رو نمیتونستن بخورن ایشون اصلا دولتی برای خودش داشتن شمشی کشم و افرا و نفرا عربا شغل صبح تا شبشون آدم کشی دوزی بوده آدم های میزونه نبودن فراخور و قارت و شرابه که آدم های اینجور عرب جاهلی که نمیترسیدن اینجا بورا رو میدادن اگه نمیدادن زندگی ساعتشون میکردن اینا قربی خیلی بودن 200 شمشیزن اینجا واسه دو پلان فلان تو قافله هم شمشیزن میرفت همراهشون برای خیلی دوز بای حمله میکرد ببینید قدرتی به هم زده و چه ثروت عظیم اینا تو تاریخ ها پیدا میشن تا بر من و شما درس باشن عبرت باشن بلد بشیم بندگی خدا رو بکنیم یه قارون پیدا میشه که وضع پولی کزا داره اون تخلف کرده شو یه جور دیگه عبرت برای ما یه خدیجه پیدا میشه اینجور پولدار ثروتمند خب ایشون مکه رو اداره میکرد حالا داستان آشنایی ایشون با پیغمبره ببینید جناب خدیجه دین قبل از اسلام دین مسیحی بوده مسیحیت هم تو اختلاف توشون پیدا شده بود 72 تا فرقه شده بودن الان هم فرقه یهودی هم توشون 71 فرقه بودن ما که 73 فرقه اینا قبلش مسیحی درست مسیحی صحیح اون خدا قبول داشت و بعد انتخاب میکردن میرفت آیت الله مکارم تو تفسیر نمونه نوشتن که 400 سال قبل از اسلام اصلا فاصله این که مادر عیسی رو زایید مادر پیغمبر ما اون رو زایید فاصله 600 سال نیست 500 هم چند ساله 400 سال خیلی میره عقبان خیلی فاصله رو زیاد نگید 400 سال قبل از اسلام حالت اسلام 53 سال هم پیغمبر بود و بعد 40 سال بود و مبعوث شد حالا دولت روم خیلی دعوا شد اینا چون مسیحی شده بودن خیلی فرقه ها با همه درگیری مذهبی میکردن با قول ما میگم سنی شیعه هم دعوا داشتن با هم هم یه آخر چون عاجز شد این همش دعوا دارن با همه دعواهای ناجوری رفت تو فکر دست به قدرت بذاره دولت روم گفت سرشماری کنید ببینید طرفداران مذاهب مختلف چند درصده مثلا الان هم مذهب های اسلامی معلومه دیگه شافعی حنبلی حنفی ما شیعه هستیم مثلا چند درصد مردم گزارش نشون داد که 64 درصد سه تا خدا رو میپرستن میگن خدا سه تاست خب 64 یا از 100 شما کم کنید میمونه 36 تا 36 حتی میمونه و 71 فرقه
تقسیم کنید، فرقه‌های دیگه خیلی کم میشن درصدشون. 8% مسیحی بودن که این قرآن قبول داره، یعنی از 100 تا مسیحی رو کره زمین چرخ 100 سال قبل از اسلام تو دولت روم 8 تا دونشون اهل بهشت. و اهل بهشتشون اوناست که قرآن میگه نه، مریم خدا خواسته بچه در رحمش ایجاد شده بدون شوهر و عیسی خدا خلق کرده بعدم پیغمبر بوده زایده و بعد تا آخر، همه حرفی که قرآن داره. بقیه همه منحرف شده بودن، انحرافات داشته. ببین 8% خیلی کم آم. ببین تو 10 تا، تو 100 تا 8 تا دونه، تو 10 تا ببین که یکی هم نمیشه. الان سنی شیعه حساب کنیم، خب هر 7 نفری سنی شیعه است. اون خیلی گمراهی بیشتر بوده. چجوری بشر واقع چی میشه؟ دولت روم دست به چاقو کشی گذاشت دیگه، قدرت. گفت هر کی غیر از این سه فرقه 64% تبلیغ بکنه، کلیسیا اداره کنه، انجیل نشر بده، میکشمش. بیشوخی میریزم، میکشم، دستگیر میکنم، زندان میکنم، واقعا بهتون باید خفه بشه، فقط اینا باید بشه. زورش هم میرسیم، دولت ها دنبال حکومت و اینا میگردن، مردم طرفدار داشت حرفش رو زد، دینی که در کار نبود. این بودش که اون 8% صحیح العمل ناچار شدن تو کوها پناه ببرن که کشته نشن. ولی آدم که مثلا آخوند محله که نمیره سر کوه، آخوند کوه کارش کارشونه، میخواد مسئله بپرسن تو سر کوه چه جوری ده، میکشتن که رفتن اونجاها. این دیر راهب ها اینجوری بودش دیگه. حالا اینا که ارتباطی داشتن میرفتن، من سختی درست کردم براشون دیگه. علت دیر و راهب و این داستان ها همین بازی دولت روم شد. ببینید اون وقت در این حال بود دیگه، میدونستم درست. سلمان فارسی ما مسیحی شد و بچه شد و چه شد، داستانشون خوندی تا اومد پلو پیغمبر، منطقه اون فرقه درستش بوده. این هم درست و غلط داشتن. توی اندلس، توی اصحاب کف که شما دیدید، اینا اون دو زمان بعد دولت روم مسیحی شده بود. اینا مسیحی های درستی شده بودن، همین چند نفر که تو غار خوابیده بودن، یعنی هنوز اون فرقه ها و اینا خیلی شد نشد. ازم بر این که کسی که در مکه سر و صدای مسیحیت رو داشت برقت ابن نوفل بود، پسر عموی خدیجه، اولین دانشمندی بود که انجیل رو به عربی ترجمه کرد و مسیحی بود و رهبری هم میکرد خدیجه و امثال ایشون رو، یعنی آخوند مسیحی های درست بود، اون صحیح بود کارش، اون جزء همه 8% بود. الان نجرانی ها که اومدن با پیغمبر ما صحبت کردند و آخرش کار به مواهله کشید و جرأت نکردند، هم جز همون غیر 8% ها بوده. اونا میگفتن خدا سه تاست. اصلا اصل بحث با پیغمبر ما سر 3-1 دعوا شد. اونا میگفتن خدا سه تاست، این میگه یکیست، نشد دیگه، زیر بار نمیرفت که بنا شد مباهله کنند. هنوز غلبه با اون همون که دولت روم گفته بود. الان هم همینطوره. من خودم تو تلویزیون خودمون نگاه میکردم، کریسمس بود، داشت از کلیسیای هم تهران پخش میکرد، زنه داشت میگفت ابو ابن روح القدس، صاف هم ستا خدا ستا ابو ابن روح القدس، تسلیس بهش میگن. هنوز هم غلبه با اون هست، غلبه عددی. حالا متاسفم جناب خدیجه مسیحی بودش، زیر تعلیمات همون پسر عموش، نه دین درستی داشته، آخه عقل و فهم هم سر جاش بود. بالاخره بچه اون زمان علمای یهود هم تو مردم بودن و یهودی ها تعدادشون زیاد بودش. مدینه که تقریبا پر یهودی بودش، مکه هم یهودی بود منتها کمتر. علماشون هم خیلی بروبیا داشتن و وضع مالی هاشون هم خوب بود. یهودیت یهودی ثروت و اینا رو داشته. الان هم یهود دنیا ثروتمندترین مرجال دنیا، الان هم یهودی. این یه عالم یهودی آمده بود به احترام حضرت خدیجه، شخصیت اجتماعی بالایی بود دیگه، آمده بود محل کار حضرت خدیجه، یه طبقه دومی بود که جاده که راه می‌رفتن جاده اشراف داشت به جاده، می اومدن کاش سر می‌زدن دیگه. این پیغمبر از مد از کوچه رد بشه، پیغمبر 24 5 سالش بود، جوانی بودش. پیغمبر ما از 8 سالگی که پدر بزرگش مرحوم شد، حضرت ابو طالب ایشون رو بزرگ می‌کرد، میگفتن یتیم ابو طالب. تا قد بلندی داشت، شکل خیلی زیبایی داشت پیغمبر، خیلی چارشونو خیلی زیباترین مثلا مرد مدین شهر، خیلی بدن قرد زیبایی داشت. حالا اینا باید رد بشه. دانشمند یهودی گفت خدیجه این جوان تمام آثار پیغمبر آخر زمان که تورات نوشته همه رو من دیدم درش، هرچی تو تورات راجع به پیغمبر آخر زمانه من علامت ها رو دیدم داره. یه علامتی پشت کتفش هست،
من ندیدم، مثلا رومم نمیشه، جرأتم نمیکنم بگم آ شما پیرن تو بزن بالا، من تو کتفت رو نگاه کنم. یه خیال کنم من سوء نیتی دارم. اون وقت از این داستان ها زیاد بوده و هی خشونت هم زیاد بود. بنی هاشمی هم قوی بودند، وقتی سوء نیتی بزنن دوتا دیکم کنن چون میترسید. گفت شما قوم خیشید با ایشون. بله خب جناب خدیجه مال قریش بود. قومش خوب بود. میشه از ایشون بخواید کتفشو من ببینم. اونا ما رو ندید. این به قول ما رئیس دفترش و فرستاد آقای بود. بود خدیجه میگن شما تشید. بقیم برم اومدش. تپ الله اومد بالا و ایشون میخوان پشت کتف شما بود. پر مثل نگو برای چی و چطور زد پیرن بالا. یهودیه دید بله مهره که تو تورات نوشته هستش، آیه 115 سوره انعام، مهر پیغمبر آیهش تو قرآن کریم هستش. سوره انعامو بیارید. 115 بله بعد سر بعد صفحه 142 اون بالا که برید از پایین برید بالا 6 تا خط بالا و تمت کلمت رب، این همین مهر خورده بودن خونده می شود نورم می داد، مثل که مهر بزنم برجسته بشه نور بده، مهر خورده بود. و تمت کلمت رب بکس صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. یه نقلی من دیدم از علامه مجلسی که نوشته بود فقط بود تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، این مقدار. باز یه نقل دیگری دیدم که تا آخر آیه بوده و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. علی هارن مهره بودش. این یهودی هم پیر مرد بود، خیلی آدم مؤمن و با شخصیت. این تا چشمش به مهره خورد و مهره رو خوند یک نهره ای کشید. ایست تو تورات دیده بود، افتاد رو پاهای پیغمبر. ای تو پیغمبر آخر زمان هستی، خودت هستی، درسته؟ یک جود گریه ای و میمالید خودشو به تعجب کرد خدیجه که این پیر مرده با این شخصیتش حالا خودشه برای قول یهودی آیت الله العظمش افتاده رو پایین جوانه و چه گریه زاری اینا. پیغمبر هیچی نگفت، فقط پاهاشو در برد الله در سین و رفت. حالا وقتی نبودیشون از این حرفا بزن. تعجب کرد خیلی داشت نگاه میکرد خدیجه این داره گریه میکنه اونجا بشه. و خدیجه پیغمبر آخر زمانه. گفت در تورات نوشته که دینش همه دنیا رو میگیره. بله قرآن هم نوشته. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صاف خدا اینو فرستاده تو بر همه ادیان اینو موفق. سه جای قرآن هم هست، تورات هم همینجوری بودش. فکر میکردم مثلا شروع کنه همون سالای اول همه جا قرآن میگیره، اینجور فکر میکرد آدم قرآن هم بخونه همین فکر میکنه حالا کی میشه که اینطور میشه اینطور میشه چه میکنه. خیلی تعریف بد گفت خدیجه در تورات نوشته که یکی از زنهای اقوامش زنش میشه و خدا امامان اون امت رو تا قیامت از اولادای اون زن قرار میده و اون زن از زنانیست که تنها زنی که مال زناش تو دنیا تو بهشت هم راشن اونه. سه تای دیگه زن خدا بهش میده، مریم هستش و خواهر موسی هستش که و زن فرعون، اینا زنهای دنیایی اون پیغمبره. بعد این نگاه کرد به خدیجه، گفت خدیجه تو که قوم خیشش هستی، شوهرم که نداری، خود تو برو زنش بشو. ببینید به ایمان به تورات و به ایمان به کتاب آسمانی هنوز که قرآنی نازل نشده، خدیجه ایمان آورد، باور کرد. خب باور نگشا خودم و دلش خواست اونی که تورات گفته باشه همون زنی که در بهشتم با اون پیغمبره و رفت تو فکر میشه من برم زن این بشم. اینا باور کرد دیگه قبول. این قرآن کریم به طور مسلم از تورات مهمتره. تورات روی چشم منه، روی چشم ماست. تورات کتاب آسمانیست، تمام کتابای آسمانی روی چشم ماست. تمام انبیا رو ما مخلصشون هستیم، بحثی توش نیست. ما هم انبیا رو قبول داریم هم کتاب. بل مؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله. برای تورات مهمتر از تورات قرآنه. این قرآن به این مهمی جلو من شما هست. آیاتش تو من اثر میذاره که وقتی میخونم از جهنمش بترسم، به بهشتش دل بمندم، به متقینش رو بکنم، دلم بخواد از صالحینش باشم، از چه باشم چه باشم. خب خدیجه هم همین. بعدم خدیجه که نمیخواست بره پول بگیره، پول داشت،
یک کسی که الان شهرتی نداره، کسی نیست، به خاطر همین تورات من بیام، اصلا نمیتونست مطرح کنه توی فامیلاش و اینا، چون نمیرفتن زیر بار. هدف تو فکر و قبول کرد که این پیغمبر داره. حالا یه نفر پیغمبره که نمیخواد پول داشته باشه، نمیخواد کسی خوب باشه، این میشه اصلی پیغمبر. همون ایمانه، صفر ایمانه به کتابای آسمانی. الان آیه که همین امروز شما در سوره ابراهیم خوندی همین آیه بود. خدا میفرماد که لا تحسبن الله مخلف وعده رسوله، هیچ وقت حساب نکنید خدا وعده هایی که به رسولشون داده خلاف میکنه، وعده ها همه درست. اونم از تورات داشت برش میگفت که توراتی همچه مسئله چیز. خدیجه رفت تو فکر که بشه این مقام رو به دست بیاره، یعنی این ایمان رو، این موقعیت و این موقعیت بهشتی رو، ولی به نرخ از بین رفتن همه چیز دنیاش میشد. همش فکر میکرد چجوری مثلا این اقدام رو بکنه. خواب دید یه شب، خواب دید که این پیغمبر سوار اسبیه، ولی از اسب کوچیک‌تر هیکلش، ولی از اولاد بزرگتر، ولی اسب سرش مثل سر آدم. اومد این تو هوا که داره میره، وقتی میخواد بیاد این اسب پایین، به تناسب زمین دست و پاش بلند و کوتاه میشه، مثلا اون پایی که بلندتره که زمین، یه جا بلندتر صاف وا میشه، بلند و کوتاه میشه ولی وا میشه صاف، ولی پا میشه باز تو هوا. دیدین پیغمبر سواری همشه اسب تو هوا داره میره، اومد بالا سر این رد بشه، یهو خودش و اسبش یهو اومد روی این که اخوابم پریده بود. پاشد رفت برای ورقه تعریف کرد. ورقه ابن نوفل گفت خدیجه، اینی که تو در خواب دیدی براق اسمشه. براق یه اسبیس از بهشت میارن برای پیغمبر آخر زمان که معراج میره. اون هم هیکل رو داره، از اسب کوچکتر، از اولا بزرگتر، صورتش مثل صورت انسان، و اون از بهشت میاد، پرواز خیلی عجیبی داره. بله دست و پاشم به تناسب چیز نوشته تو دورا. براق سوار فقط پیغمبر اسلامه، و اینی که پیغمبر سواره همچی اسبی تو خواب دیدی، این پیغمبر آخر زمانه، و اینکه یهو اومده تو روی تو شوهر تو میشه، مثل به یه جای داره بحث میشه. برقه بهش گفت، ولی خب حالا چجور مطرح کنه، حالا چی بیدی مثلا. گفتن که پسر اومد خونه، به مادرش گفت مادر نصف کار درست شد. گفت چیه؟ گفت من دخترش ها رو میخوام، این نصفشه، نصفش مونده که اون بخواد. حالا به قول این نظران مسئله نصف کار درسته، خب خدیجه میخواد، حالا چجوری بشه اطرافیان بشه آخه اون خدا. یه وقت تو خونه نشسته بود جناب خدیجه، اون رئیس دفترش آمد گفتش که ابو طالب رئیس بنی هاشم بود، محتر رئیس ها حساب باز بود، رئیس ها کاری نداشتن پول دارن ندارن، ولی خب ریاست ها مهم بود و قدرت داشت، تمام حمایت میکرد اون طایف، اصلا ملوک و طوایفی بود، مکر طایفی اطاعت از رئیس شون میکرد. حالا گفت ابو طالب اومده با اون پسر، اون پسر برادرش دم در کار داره باشه، ایشون نگو بفرماد، بودو بودو خودش ما دم در خب منتظر همون پسر بود، یعنی بفرماد بفرماد. خب اما دست ابو طالب تو گفتش که بله من پسر برادرم به سن رسیده، میخوام زنش بدم، منتظر چون مالی نداره آمدم یه مقداری مال از شما به طریق مزاربه بگیرم، یه تجارتی اموالی براش بخرم، بره یه تجارتی شام و برگرده، بلکه خدا سودی نصیبش بکنه، از اون سود زنش بده. و چف چف نشد مال که داد هیچی، خود این رئیس دفتر رو همراه قافله فرستاد که مواظبش باشین و میرن بیان، که اون بعد خیلی خبر رو آورد. توی این فیلم بکرد پیغمبر داشتن نشون میدادن که قافله رفت شام و اومد و معجزات و اینا، یه مقدار دیدم همین داستانه رو توی فیلم رو چند وقت پیش نشون میداد، و خیلی معجزه این رئیس دفتر دید تو راه، خیلی مطالب دید، اینا اومد گفت خلصه اینجا. و خدیجه از هر شهری خارج میشدیم ابر میمد بالا سر ایشون، به شهر که داخل میشه در روز آفتابی ابر میرفت، این هیچ استثنا نداشت. پیغمبر تا آخر عمرش این معجزه رو داشت، از اون وقتی که مادرش زایده شد تا اون وقتی که دفن شد، هر وقت شهر میرفت بیرون در روز ابر میاد بالا سر تا شهر دیگه ابر بودش بدون استثنا. اینو تا تعریف کرد و کجا چی شد، کجا چی شد، سری معجزات هست دیدم تو اون فیلم، خیلی شد فیلم کرد، و خودش هم 3-4 فرسخ مونده و عجله اومد که خلاصه اینجوری اینجوری. خدیجه دیگه باور کرد که پیغمبر آخر زمانه، بعد یه جوری دل به دریا زدش، خودش خواستگاری کرد
یه وقتی این آقایون مسئول ما تو نماز جمعه گفتن که آقایون لازم نیست مردا برن خواستگاری صدر اول اسلام، زنان خواستگاری میگردن. چند تا نمونه داریم، یکیش همین نمونه، خدیجه رفت خواستگاری، زن رفت خواستگاری پسر. یه کسی میگفتش که آقای رفسنجانی رو تعریف میکنن تو نماز جمعه، تاکید میکنن که این رسم چرا شده. یه نفر میگه ما دیگه چقدر دلمون خوش شده تو خونه نشستیم که بیان خواستگاری ما. یه مرده میگه نه این مرکزی حالا حالا عرضم بر این که خب خب تعجب میکردن اون وقت، چون مهر خیلی زیادی میگرفتن، رسوم اونجا بوده دیگه. فقط حضرت خدیجه به ابو طالب گفت ابو طالب شما بیا خواستگاری، هرچین برادرای من قومکش های من هرچی پیشنهاد مهر میدن، مهرهای عجیب غریب تریاردی میلیاردی همه رو قبول کن، من میدم مهرش. بله خب اومدن خواستگاری. این دفعه اول که اومدن خواستگاری، ابو لهب خیلی جنس جلبی داد. ابو لهب داداش دومی بود تو سن، از ابو طالب سنش کمتر بود، بقیه بیشتر. اگر ابو طالب سرشو میذاشت زمین، رئیس بنی هاشم ابو لهب بودش، موقعیتش اینجوری بود، ثروتش هم زیاد بودش. آدم بدی بود، متأسفانه شرور بودش. امام صادق هم به لعنش کنید، دائما با خدا و رسول دشمن بودش. حالا این تو عروسی تعجب اومده بود، دوست فامیل دیگه اونا ما نشسته بودن، خیلی با کلاس بود. خود داداشش که میشناخته اون که پیشنهاد مهرهای خیلی زیاد میکنن، هفت شبانه روز کل مکه غذا بخورن، از خونه داماد تا عروس فرش پهن بشه، یه چیز هایی قبوله. این تو دلش گفت داداش ما نداره، این دیوونم که نمیده قبوله، چیچه خواهی لو میره اینا. فهمید که یه جا خلاصه در تدارف میشه. یه رو جا بدجنسی که داشت گفت دور زمونه رو ببین، زنها دارن خرج مردم میکنن، تو قبوله هم نباید اینا بگن یه حرفو. ابو طالب خیلی عصبانی شد که حالا اون اگر اون طرف بگن خب بله خب ما این بریم. یه نگاه چپی بهش کرد و باز دو مرتبه گفت. ابو طالب ناچار شد چیزی بگیه، گفت بله اگه پسرهای دامادا مثل پسر برادر من باشن، زنها خرجشون هم میکنن. آقا حمزه پا شد، حمزه سندش از ابو لهب کمتر بود ولی خب خیلی قوی بود، داداش بود، پا شد گرفت تو جمعیت این ابو لهب رو به زدن، اما زد ها زد که جنازه شد دو تاق انداخت. هیچ کسی چی نگفت، همزی همچی چیز قوی بود. اونش اومد نشست جلسه اون با سر جا اولش. برای من و شما که همین برای اون بسته از خوشی که این ابو لهب اون که تکرقل بسته مونه برای این چینه عروسی. اخیلی حتی شعر بریم وقت تو حرف نزن، خب تو داری چی میکنه. قبول کرد حضرت ابو طالب همه رو، شبونه میرفستاد از خدیجه فردا ابو طالب میآمدش. عروسی سر گرفتش، فرشار فرستادن چی کردن. خب عروس مخواد بیاد پلو دامادش هجله. علامه عسکری که میگفت اصلا خدیجه دو تا مطلب علامه عسکری داره راجب از خدیجه، میگه اولا زیباترین زن بوده اینا میگه، دیگر این که باکرم بوده. حالا نمیدونیم تاریخ ها مختلفه. عروس خانم به داماد که من به دو شرط میام خدمت شما تو هجله، اولا قبول کنید که هر چی من دارم حتی لباس های تنم مال شما باشه، قبول کنید، و دومی که خودم کنیز شما باشه. ایمان شما میبینی، حالا زن ما 15,000 خورخور داره، من میشه سلام میکنم تو بسید شکر نگیریدیم تو اینا رو. خب شما ببین، خب زنیست داره همین تو خواهد زنش بشه به ایمان به تورات به قرآن که بعد میاد نفر. خب شما حساب کنه شوخی نگیرید، تازه با همه موقعیتش هم در خطر، بعد هم زن ها دردش کردن بعد چی شد. حتی میخواست فاطمه رو بذار، یک زن نیمد کمک کنه، اینقدر دشمنی شد وقتی پیغمبر اومده بود، دشمنی ها بعد شروع شد. خب ببین فدا کرد خود شو، واقعا همه چیش فدا اسلام کردید، و اینا چرا دست کم میگیر. پیغمبر واقعا نمی اومد، آنه چاره ای نداشت. یه کسی میگم من هم اگه زنم قبل از هجله پیغام میداد که هرچی من دارم، حالا زن ها که بیچاره چیزی نداره، حالا اگه قبول کن مال تو باشه، خودم هم کنیز ما ناچار بودیم بس پیغمبر قبول کنیم بلاخره. ولی خب این پیغام که نداد هیچی، تازه میگفت یه پول بد بگید من صورت نشون بدم خدا بخیر. خب این هم هست ارزم بر این که خدا رحمتش کنه، آی کافی ممبر برای خود
یه رو داشت تعریف میگم، میگفت شانس میبینی پیغمبر رفت زن گرفته تمام خرجش نه، میگفت ما رفت زن گرفتیم خرج پدر زنم افتاده گردن. خدا رحمت. ببینید اینا داره تو تاریخ واقع میشه ابر. حالا چی داره میشه تو دنیا؟ اینا درس برای همه اهل مکه هست، مردمی که ارزش رو فقط به اسکناس میدیدن فقط و اونجورا. خب مثل خدیجه انقدر ثروتش زیاد بود که دولت ایران به طمع ثروتش خواستگاری کرده از او. شاه ایران یه ابرقدرت اون زمان بوده، شاه همیر خواستگاری کرده، پادشاه اسکندریه خواستگاری کرده، خبر ثروت رفته بود همه جا. خب شما قبول نکرد. حالا ببینید این آمد زنه یمکین جوانی شده یکیم ابو طالب، اونم اینجوری یه فردا صبح مردم مکه این رو فهمیدن، خبرها پخش شد که تمام ثروت شده مال این شخص، مال پیغمبر، مال محمد. مردمی که همه ارزش رو به پول میبینن، همه ارزش رو، حتی به کسی تعریف نکنه، الان هم تقریبا همتون یه هم مثلا شما چند تریلیارد ثروت، حالا حلال نه حلال، حلال نه پولشویی و دوزی، نه خود خدا داد بده یا امام زمان به حلال بده. خب یه شما یه مثلا چندین ثروت زیادی داری، خودت هم فکر میکنی وضع عوض شده، قوم کشان یه جور دیگه نگاه میکنن، تلفن یه جور دیگه میزنن، شما یه جور دیگه تلفن جمع. خب بشر شما همه این آی خمینی نیستن. آی خمینی اون وقت که نجف بود، قبلش که قوم بود هرش، با بعد که رهبر شد، با بعد اینا که باش سر کار دارن، یه تغییری در رفتارش نکنید، او همه همطور برخورد میکرد که قبلا میکرد. این بی بزرگواری ها ندارن که اصلا اثری این چیزا نداشت. خب مردم اثر داره توشون. حالا فردا تمام این پولدارای مکه شیش لا هشت لا میشدن جلو پیغمبر ثروتمند شده بود. نه این جوان مثل همون دیروزش متواضع به همه احترام کنه، پیر مردا کنه، کمک کنه به چیز، مردمی خاکی به قول ما، خیلی سنگین بود برای ثروتمندای مکه، برای رئیس طایفه که این مثلا پای ثروتش نبیش، خیلی متواضع با غلاما بشینه باشه با همه اخلاقی که داره. اینا هم خیلی اثر داشته، اینا هم خیلی مطلب بعدها های مردم ایمان آوردن، اینا تو ذهن آوردش که این آقای همچی کسیه، یه همچین جوریه. خب این مطالب رو میدیدن دیگه. خدیجه حالا زن ایشون شد، حالا موقعیت اجتماعی بعدها که پیغمبر مبعوث شد، چون اول بعثت که شروع شد دشمنی هم شروع شد، نمیخواستن زیر بار خدا برن، درگیری ها شروع شد، بت پرستا بالاخره. طایفه خدیجه، طایفش با تمام وجود از پیغمبر حمایت میکرد، ابو طالب هم حمایت ده، این حمایت ها بود که نمیستن بکشندش، طایفش حمایت میکرد بودن بودن. بله داداشی داشتیشون جناب خدیجه، عوام اسمش بود، عوام پدر زبیره، زبیر العوام، ما اون خواهر مثلا که داداشش اومده دختر عمه پیغمبر گرفته، یه همچین داستانه اون. حالا آیم چی چیزا میدیشون ارزم بر این که جناب خدیجه حضور پیدا کرد، ولی فقط این حضور مالی سر جاش باشه، خیلی مشکلات زیاد بودش. اول کار اسلام خیلی مشکلات بودش، دشمنی ها شروع شد، درگیری ها شروع شد، تهدید ها شروع شد. خب حالا هر چقدر شما اطلاعات دارید اینا، دائما خدیجه در کنار پیغمبر بود، خود زن خیلی موثره. تحریم میکردن بچه ها رو، پیغمبر کارش رو شروع کرده بود، پیغمبر تو کوچه ها میاد سنگش بزنن، هم شرارت. دیروز داشتم توی تاریخی میخوندم، ما همیشه میخونیم، حالا دیروز که بعض وقت وضع سنگ زدن به جایی میکشید، بچه بودن دیگه تحریکشون میکردن که پیغمبر که سنگ نخوره سر به بیابون میذاشت کوه که نزنن سنگ و زخمی میشد. و خدیجه چقدر میگشت تو بیابون ها، تو گرما تا پیداش میکرد، مرهم میذاشت، غذا میبرد براش، میآورد خونه، دلداری میداد. مشکلات بوده دیگه اون کار پیغمبر، اذیت میکردن دیگه، دشمنی ها شروع شد، ارتباطات قطع شد، ولی کمک بود دائما. در تمام این مدت که این ثروت رو به پیغمبر خدیجه داده بود، یک بار اظهار نکرد اینا مال من بوده یا الان با اصلا، همش همون حالت کنیزی رو داشت که خودش گفته بود. اینا خیلی مهم، کاملا اسلامی که می آمد عمل میکرد و پذیرا بود و باور میکرد، میدیدن مردم اینا رو. تو روایت دیدم که جبرئیل گفت
خداوند روزی چند بار به ملائکه افتخار میکنه، به خدیجه که یه همچین کسی داره بندگیشو میکنه، کمک به رسولش میکنه، بهش ایمان آورده، همه ثروتشو در اختیار روز چند. روزی چند بار افتخار. اینجوری شخصیت ها و اینا فرد اینجای خوب کار کرد تا خداوند چیز کرد که سال ایشون از دنیا که رفت حضرت زهرا 5 ساله بودش و سال دهم هم بودش، سال دهم به بعثت که در ماه رمضان روز دهم مثل فردا از دنیا رفت. اینا تو شیب ابی طالب گرفتار شدن اومدن بیرون دیگه. ابو طالب به فاصله 2 روز هم در از دنیا رفت، ابو طالب از دنیا رفت، خدیجه از دنیا رفت. هم مشکلاتی که اون وقتا بود. ببینید این مسائل این گونه اومد به حضرت زهرا 5 ساله بوده. حتی ایشون در دم مرگ تو شیب ابی طالب خیلی بد میگذشت. شیب ابی طالب 3 سال بود اینا اقتصادی هم همه جور ممنوع که خوراکی یا هرچی که بمیرن اینا. اون وقت مگر گرون وقت میخریدن مثلا که دیگه به طمع برفوشن، مثلا نون دونه 2 میلیون تونه بخواه نمیخواه بمیر. ثروت خدیجه تو این 3 سال همش رفت، چون میمردن اگر غیر از این میشد برای خریدن غذا و اینا. تو شیب زیاد بودن مسلمان ها دیگه، و گاهی اینقدر سختی بود که یه خرما رو این میمکید میداد اون بمکه اون بمکه، نمیرند که نمیرند. میگم خدیجه آمد بیرون از دنیا رفت شهیده، خب بدنها و همه شده بود استخون. ابو طالب هم همطور دعوا بود. وقتی هم که 4 ماه که جنگ حرامه میامدن بیرون ولی جنس به اینا نمیرفختن. یه دامادی داشت پیغمبر، اون زینب دخترش، ابوالعاص مال بنی امیه بود. ابوالعاص بودش حتی تو جنگ بدر هم جزء اسرا شد، یعنی از اونور آورده بود جنده شد، تو خودش نیومده بود به زور آورد، مرد خوبی بود. بعد که دخترش هنوز زنش بودش، این ابوالعاص تو این 3 ساله که تو شعب بودن از بنی امیه خودشون قوی بودن، خیلی استفاده کرد، خیلی جنس به اینا رسوند. با اینکه گرونم بود ولی میرسون که نمیرن خود تو، بعد میرفتم تو شب 8 ماه اونجا بعد بخورم. همین بود که همین بود. حضرت ابو طالب شبی چند بار جای پیغمبر رو با علی عوض میکرد، چون شب ابو طالب حالا اگه برید الان که خود وضع جغرافیایی به هم ریخته است ولی دره بود، از بالا دید داشتن، این از پشت نگاه میکردن پیغمبر کجا میخوابه، شب با تیر بزنندش، دشمنی بود دیگه. اون وقت ابو طالب جای علی رو عوض میکرد، اگر نشون کردن علی دیگه بخوره پیغمبر نخوره، چون یه نفر بعد خوابیده باشه، اونم که بچه نبودن. ببینید این علی که جای پیغمبر خوابید در شب هجرت، تو شعب ابی طالب هر 3 سال تمام شعبا چند بار جای پیغمبر میخوابید مقابل تیر. دیگه حالا چاره اینا حفظ کردن دیگه، به هر قیمتی خیلی سخت میگذشت. ببینید اینجوری شدش. حضرت خدیجه یه آرزو داشتنم به آخرت مربوط بود، به دنیا مربوط نبود. دخترش رو واسطه کرد، گفتش که من میخوام اون پیرهنی که پیغمبر موقع وحی تنشه کفن من باشه که عذاب قبر نبینم. روش نشد حتی اینو به پیغمبر بگه که نکنه من مثلا چیزی هم مالم رو میخوام، که حضرت فاطمه رو واسطه کرد، خیلی پیغمبر گریه کرد و اون پیرهنم دادن به تو پیغمبر. ببینید یه همچین موقعیتی داره میگذره. اینا نمونه هاییست که باور کنیم، باور به کتابای آسمانی، باور به همین آیه فلا تحسمن الله مخلف وعده رسوله. خداوند هیچ وعده رو خلاف نمی کنه، همه درسته، همه صحیحه. بریم به سمت سوی بندگی های خدا بلکه نجات پیدا کنیم. اللهم صل علی محمد. خدا به خدیجه کبرا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه، خدا این روزها رو از همه قبول کنه، دعاها رو مستجاب کنه، سلامتی رو روزی ما بکنه، همه هوایجمون رو بهمون بده انشاءالله.